ناصر احمدی دوبلور کشورمان درگذشت. ناصر احمدی چهره نام آشنای دنیای دوبله و گویندگی خبر در رادیو و تلویزیون صبح امروز دار فانی را وداع گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد. ناصر احمدی دوبلور مشهور سریال های تلویزیونی و شخصیت های ماندگار امروز 31 مرداد ماه بعد از سالها فعالیت در دنیای هنر درگذشت و جامعه هنری را در انبوه نبودن خود فرو برد. ناصر احمدی صدای ماندگار عرصه دوبله در رادیو و تلویزیون بود که زندگی پربرکتش بعد از 75 سال و چیزی بیش از 50 سال حضور در عرصه هنر امروز 31 مرداد ماه به پایان رسید و البته زندگی جاودانه او آغاز شد. این صدای ماندگار عرصه گویندگی فعالیت در عرصه دوبله را از سال 1346 آغاز کرد و چند سال بعد به دنیای گویندگی در رادیو هم رفت و یکی از چهره‌های ماندگار این عرصه بود. ناصر احمدی سال 1323 در دانقام متولد شد و جمله کارهای او در عرصه دوبله میتوان به مدار صفر درجه هشدار برای کبرا 11، جواهری در قصر، ارباب حلقه ها، رودخانه برفی، گربه روی شیروانی داغ، مدیر کل، سرزمین آهن و مانیبال اشاره کرد. ناصر احمدی در سال 1323 در خانواده ای سرشناس در شهرستان دامغان متولد شد. پدر ایشان مرحوم احمد احمدی از سرشناسان دامغان بودند. ایشان علاوه بر اینکه شهردار دامغان بودند، کارخانه بلورسازی نیز در همین شهر داشتند و در کل مردم شهر همواره برای ایشان و خانواده ایشان احترام زیادی قائل بودند و هستند. محمود قنبری دوبلور و مدیر دوبلاژ و زنده یاد منوچهر نوذری نقش مهمی در حضور و موفقیت ناصر احمدی در دنیای دوبله داشتند. ناصر احمدی همچنین در مورد حضورش در رادیو میگوید: یادم میآید اولین بار که اسمم را در رادیو نوشتم، پرسش نامه ای به دستم دادن که محتوای سوالاتش این بود که دوست دارم چند ساعت در رادیو باشم و چقدر دستمزد بگیرم. من در جواب این سوال نوشتم 24 ساعت کار میکنم، آن هم به طور مجانی. او همچنین در گفتگویی درباره راز ماندگاریش در عرصه گویندگی گفته بود: فقط علاقه باعث ماندگاریم شد. به نظرم اگر این کار نباشد انگار من هم نیستم. پیچه سنجاقک ایرونی در گذشت ناصر احمدی دوبلور کشورمان را به جامعه هنری و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کند.